یکی از روش هایی که برای صحنه اصلی کاره ولی در حالت عادی غیر معموله روش G4H2 که روش هایی هست خاص و ویژه که بعد در نهایت اگر روش G1, G2, G3, G4, CMPNA و حذف تیک تپ ویدیوی تصویرگیری جواب داد درست در صحنه اصلی کار دو قلو ویدیوهای 55 رو یا ویدیوهای مورد نظرتون که قبل از تصویرگیری تعیین کردیم بنابر ترشورد 45 در 280 یا 95 روی این تصاویر باید پیاده کنید برای صحنه اصلی کار. ولی اگه تصاویری مانند این سیگنال تکراری باشه یا سیگنال هم شکل باشه یا هم نوع باشه یا هم تراز باشه که هم ارزا من نظر علمی تو بازتاب برگشت بهش میگن، خب اینجا اینا بعضی از روش هاش با روش های عمومی که باید در صحنه اصلی کار همه تصاویر فیلتر آنالیزشون یه شکل باشه امکان داره متفاوت باشه، ولی بازم اون ویدیوی مورد نظر دو قلوشو میده با ترشولد مد نظرتون که 45 بوده در 280 و 95. این موضوعاتیه که بیان میشه که بدونید این روش ها و دلایلش چیه، به غیر میدان های ترکیبی که در مناطق متفاوت میتونه هم شکل باشه هم نو باشه یا شبیه هم دیگه نشون بدن در فیلتر و آنالیز تصویر اولیش ولی هدف اصلی نباشه. روش ها و شرایطی هم هست که امکان داره در صحنه اصلی کار وضعیتی متفاوت رو در فیلتر و آنالیز بده ولی اون دو قلوه رو میده. این تفاوت ها رو باید در نظر بگیرید که امکان وجودش در صحنه اصلی کار هست. خب این تصویریه که گفتیم به شکلهای مختلفش امکان داره با همین ترکیب یا یه ذره بیشتر یا کمتر با لکه رنگ‌های جابجا براتون آشکار بشه که اینو بعد در نظر داشته باشیم که اینجا هدف اصلی هست یا نیست که با فیلتر و آنالیز مشخص بشه، ولی بعضی از روش‌هاش نمیخونه با روش عمومیش دیگه، اونجا اپراتور اختیاری میتونه دست بزنه. واسه این توضیحاتو میدیم. خب این ویدیوی 55 ترشوه 45 میده در صحنه اصلی کار، گفتیم روش G4H2 میریم که این روش ها رو همه رو دونه دونه توضیح میدیم تا مراحل کاملش مشخص بشه. اوتورانو میزنیم R1 G4 P100 CLCM میکنیم، H2 رو یه بار زدیم نیومد تیک تیپش، دوباره میزنیم که میاد، اگه دفعه اول اومده بود نیاز نبود P100. خب میریم در 295، بازم همون حالت عمومی عادی روش های دیگر داره به ما میده. دو تا 55 میده که خب همشکل نیستن، یعنی در یک خط مستقیم نیستن، این پایین دسته، این بالا دسته، این از نظر کاری در یک خط عمودی یا افقی نیست که حالا میگیم این ایراد بر کار اپراتور بوده یا عمقی زیاده، ولی به گوشه هم رفته، سیگنال ضعیف میشه. خب برای اینه که تصاویر اولیهشون خیلی شبیه هم یا نزدیک به همه، سیستم چون با توانایی های هوشمند و تفکراتی که از بازتاب برگشت میدان ها رو میتونه جدا سازی کنه تشخیص میده که اینجا این سیگنال شبیه سیگنال ضعیفه و باید دقت کرد در مورد چنین تصاویری که اپراتور اختیاری دست بزنه چون از شرایط عمومیش خارج شده. حالا این در 295 به ما پاسخ داد، در 205ش هم به ما یه تک لکه 55 میده. میایم تو 295. خب اینجا میتونیم تیک تیپ ویدیوهای قبل از تصویرگیری رو حذف کنیم که ببینیم چه اتفاقی میفته، چون پلاتینو که انتخاب نکردیم که در این روش این بیاد بالا، این دو قلوهای قبل از تصویرگیری ویدیوهای 55 اون آشکار شده در صحنه اصلی کار. خب ویدیوهای قبل از تصویرگیری 55 رو حذف می‌کنیم، اینا دوباره سر جا اولیه‌شون میمونه، ولی این تو 295 اون بود ولی در 205 اون نمیمونه، میره. اگه این میمون مسئله ساز بود برای ما، در گوشه هم که 60 رفتیم گوشه به خاطر اینکه خیلی همرنگ این بود در زمانی که هنوز حذف نکرده بودیم خود تیک تپ ویدیو قبل از تصویر گیره. این تصاویر چون سیگنال ضعیف هستن خودشون در حذف هاتراک بعضی جاها مشکل دارن، چون خوشم سیگنال ضعیفن دیگه، شبیه زمان تمرینن، چون میره گوشه تو مرکزیت که نمیاد و با یه روش های گوناگون و شکل های مختلف و بالا پایناشون هم عرض و هم شکل و هم عمود و یا هم ردیف تو حالت افقی نیستن. حالا اینجا هاتراکش هم که حذف کنیم پی صد رو بزنیم اینا میرن. ببینید این اشکال این تصاویره که سیگنال ضعیف هستن،
نه در دیوی پایینش پنجش، نه در دیوی 95ش نمیمونه. خب این نباید بیم هازراک رو اینجا حذف کنیم. اصلا در روش جی 4 شده عمدتا هازراک رو حذف نمیکنه، مگر اینکه ما پلاتینه رو انتخاب کرده باشیم. این دوتا رو هم در نظر بگیرید، این روش عمومی عامشه ها، که ما مگه اینکه اومده باشیم پلاتین رو انتخاب کرده باشیم که این دو لکه رنگ اومده باشه، که روش دوم G4H2 که اینجا با پلاتین انتخاب نکردیم، حقا نمیستن هات را که حذف کنیم. ولی این لکه رنگ هم خودش حالت سیگنال ضعیف تو باستاب برگشته داره، چون عمقش زیاد بوده، فلزای آلیاژی کنارش بودن، کلسیوم ها بودن، کربیون ها بودن و خود اپراتور هم نقص داشته در مرکز یابیش. همه اینا دست به دست هم بودن. تصاویر هم شکل این هم هست که همه روش ها مثل این پاسخ میده، حتی دو قلوب 55 هم میده. این سی ام پی ان ها نمیخونن. وقتی این سی ام پی ان ها نخونن از نظر واحد عددی 3 برابری 4 برابری یو بشه 2 برابری یا نیمه، این دیگه قابل قبول نیست برای صحنه اصلی کار که بگیم هدف اصلی. حتی اینقدر باید دقت عمل داشته باشه اپراتور، چون سیستم توانایی تشخیص خطاهای اپراتوری یا خطای زمینه داره. وقتی زمان تمرین بود سی ام پی ان ها نقص داشتن، نمیتونستن با هم بخونن یا میرفتن کنار لکه رنگا، ویدیوهای 45 تا 65 میمد، اصلا تو یه خط نمیمدن، با هاتراک این عدد عوض میشد، با عزو تیک تیپ ویدیوهای قبل از تصویرگیری عدد عوض میشه. اینا زمان تمرین مهم نیست، اینا صحنه اصلی کار. تمام موضوعات در رابطه با صحنه اصلی کاره که اپراتور با دقت بتونه مرکز هدفش رو تشخیص بده. پس تا اینجا این روش ها و این گونه هایی در رابطه با G4H2 بیان شد و ضعیف بودن نوع تکنیک کار برای تشخیص، که امکان داره در بازتاب برگشت های اتفاقا بیفته. ترکیب ها هم شکا هم نوع ها هم عرض ها، حتی بازتاب میدان های موازی یا بهش میگن سیگنال های موازی هم ما داشته باشیم که هم نوع هم شک و هم ردیف هم باشن، مانند هم بیان، فیلتر آنالیز شبیه هم باشه، همه چیشون بخونه، سی ام پی انشون نخونه، این هم باید در نظر داشته باشید. در تینا دیگه در مراحل آخریت برای تصاویری مانند این که همشک همنو یا تصاویری هستن که بعضی موقع تکرار به خطا هستن، بعضی تکرار به خطا بوده، هدف اپراتور اشتباه کرده یا هدف تو عمق خیلی زیاده واسطه به برگشت میدان ضعیف بوده که سیگنال و دستگاه ضعیف تشخیص داده، اون دیگه ایراد هدف هست که خیلی تو عمق زیاد نسبت به سطحش بوده، واسطابش خوب نبوده. اپراتوری که این نوع روش ها رو ببینه به خوبی میتونه با نحوه کار سیستم برای تفکیک، جداسازی، تشخیص، ایرادات، اشکالات و عزو تیک تیپ ها در روش های گوناگون در تغییرات داخلی روش ها آشنایی کامل پیدا بکنه، تا بتونه صحنه اصلی کار هدف اصلیش رو دقیقا مرکزش رو پیدا بکنه.